درود عرض میکنم، من مهرداد هستم از تهران کشور ایران در خدمتتونم. من مادرم خانم جلسه ای بود و هستشم الان. پدرم هم یکی از رؤسای هیئت بود و بازم هست و خونه ما همیشه جلسات مختلف بود برای خانوم ها، نمازهای مختلف، دعاهای مختلف و ما هم تأکید بود که همیشه باید همه اینها رعایت کنیم. و ما توی منطقه فقیرنشین بودیم و اونجا خب خرافات خیلی بیشتر بود، ترس خیلی بیشتر بود و ما هم تو همون محیط بزرگ شدیم، با همون عقاید بزرگ شدیم و با همون رفتارهایی که اونها میکردن، خب ما هم از روی بچگی تقلید کردیم و همه اون رفتارها رو داشتیم. و اینها بعضی وقتا من تو جامعه میچینیدم که میگفتن اینها مسلمونه واقعی نیستن، اینها آدمهای واقعی نیستن، این اسلام واقعی نیست. و لحظه ای که من قرآن رو خوندم، بله توی ایران مسلمونه واقعی نیست، اسلام واقعی هم نیست، چون اسلام واقعی و مسلمونه واقعی خیلی خطرناکتر از اون چیزی که ما توی ایران داریم. خیلی خطرناکتر. منطقه‌ای که ما توی تهران هستیم، یعنی بودیم قبلا، ولی پدر مادرم اینا الان اونجا هن، در واقع میشه گفتش که شماره یک در تهران از نظر مذهبی، بیشترین شهیدها رو داده، بیشترین مذهب، یعنی افراد مذهبی، هیئت‌های مذهبی و کارهای خیلی بزرگی از نظر مذهبی توی اون منطقه انجام میشه. ببین، ما اونجا دو دسته آدم ها رو داشتیم. حتی اون کسایی که توی اون منطقه برخلاف اونها هم بودن، باید وانمود میکردیم که شبیه اونها هستیم، حتی اگر، چون خیلی خطرناک بود. اونها خیلی خیلی زیاد درگیر خرافات بودند و هستند و اگر برخلافشون عمل میکردی، تو رو واقعا به چش یک کافر میدیدن، بیدین میدیدن و واقعا برات خطرساز میشدن. و الان هم همین اتفاق میفته. حتی اونجا کسایی هستن که مثلا در طول زندگیشون دارن خلافهای سنگینی انجام میدن یا آدمهای چیزی هستن، ولی باز هم به خاطر اینکه اهالی اون منطقه اذیتشون نکنن، خودشون رو یه آدم مذهبی نشون میدن، توی هیئت ها میان هزینه میکنن، تو مساجد هزینه میکنن، با اینا هستن، ولی خب فقط به خاطر ترس و اون خرافاتی که اونها درگیرشونن و باعث میشن که برای اینها مشکلات ساخته بشه. اون منطقه‌ای که خب ما بودیم یکی از اراذل اوباش‌ترین منطقه بود و ما خب توی اون منطقه کمتر کسی بود که شاید مثلا بگم از 100%، شاید 70% افرادی که اونجا بودن خب زندان رو تجربه کرده بودن. من هم یکی از اون افراد بودم و در سال 87 من هم ایماندار شدم. البته در زندان ایمان آوردم، نه در بیرون. من بشارتم رو توی زندان گرفتم. اینجوری بگم بهتره، بشارت رو توی بدترین زندان ایران تجربه کردم، یعنی دریافتش کردم. وقتی که میگم بدترین زندان ایران، همه فکرشون میره تو سراغ یک زندان، چون ما توی ایران یک زندان داشتیم که فوق‌العاده آسیب زد، فوق‌العاده اتفاقات بدی درش افتاد و اون هم خیلی هم میشناسن، زندان کهریزک بود، کهریزک تهران. و من باورم نمیشد اولا از اون زندان زنده بیرون بیام، باورم نمیشد اون اتفاقاتی که توی اون زندان میافتاد میتونم نجات پیدا کنم، ولی واقعا خدا منو از چاه هلاکت، یعنی جایی که بودم که بسیار خطرناک بود و افرادی بودن، حالا همه داستانهای زندان کهریزک رو شنیدن، اکثرا اونایی که توی ایران هستن قطعا شنیدن، و من توی اون زندان و توی اون شرایط بسیار سخت من اونجا ایمان آوردم.
که 3 دانشجو بودن که اونها زمانی که میخواستن از مرز هوایی تهران خارج بشن که پلیس اونها رو دستگیر کرده بود و به دلیل تغییر دین و چون یکی از جرائم بزرگی اونها رو به زندان کهریزک انتقال دادن و اونها با همه فرق میکردن و من این فرق رو احساس میکردم و برام خیلی جالب بود که اینهایی که اصلا شبیه ما نیستن، شبیه بچه محلای ما نیستن، اصلا شبیه محلایی که مناطقی که مثل ما هستن تو کل ایران، اینها شبیه اونها نیستن و مجبور شدم باهاشون صحبت کنم که ببینم کیان اینها، چرا اینجا چیکار دارن میکنن. و بعدها فهمیدم که اینها به خاطر تغییر دینشون و باورشون به مسیحیت و کارهایی که اونجا کرده بودن مجبور به ترک ایران بودن، ولی خب متاسفانه ممنوع خروج بودن و اونجا اومدم بشارت دادن، دعا کردن برای من و اتفاقات جالبی افتاد که بعدها زندگی من رو تغییر داد. وقتی که اینها به ما گفتن ما مسیحیم، برای من هم جالب بود، ما مسیح رو قبول داریم، یکی از پیامبرانه، ولی اونها گفتن که نه، ما مسیح رو به عنوان خدا قبول داریم. و اونجا من یه مقدار شوکه شدم و به اونها گفتم شما دیوانه اید و گفتم میخوای برات دعا کنیم و گفتم باش و اونها دعا کردن برای ما و اونجا آغاز حالا رابطه ای شد، چون با بقیه فرق میکردم. من خب سیستم خلافکارا رو میشناختم، سیستم اراذل لباش رو میشناختم، ولی خب اینها یه مقدار فرق میکردن، نه یه مقدار، خیلی زیاد. و اون دوست داشتم باهاشون هم صحبت بشم تا اینکه در زمانی که ما رو میخواستم مثلا بابت پروندمون اعتراف گیری کنن، بعدش اومدم توی سالن که بدنم خیلی درد میکرد و اینها اولین کسی بودن که لحظه که من وارد سالن شدم، اینها منو بغلم کردن و منو به اون گوشه سالن بردن. و سالن که میگم یک اتاق شاید 12-13 متری که تو 40 نفر بودیم، منظورم از سالن یعنی این، بردم و اونجا گفت برام دعا کردم و من در حین دعا کردن اینها احساس میکنم که بیهوش شدم و اونجا رویای خودم رو دیدم. و بعدها اون رویا منجر شد که من نجات پیدا کنم و توی اون رویا من دیدم که خداوند اومد به ملاقات من، توی اون رویا دیدم که شفا داد به من. و بعدش که بیدار شدم، یعنی به هوش اومدم و با اینها که صحبت کردم گفتم یه همچین اتفاقی بود، و اونها خندیدن، گفتم پس تو هم به جمع دیوانه ها خوش آمدید، چون من بهشون گفتم شما دیوانه اید. و این بود که خیلی برام تأثیر داشت و بعدها هی بیشتر ازشون پرسیدم و من حدود 1.5 ماه بعدش آزاد شدم، در حالی که نباید آزاد می شدم، جرمم خیلی سنگین بود، باید می بودم، باید جرمم و تاوانش رو می دادم، ولی در یکی از غیر ممکن ترین حالت ها این بود که من تبرئه شدم، که اصلا کسی باورش نمی شد که من تبرئه بشم. حتی اگر قلب یک نفر هم لمس بشه برای شخص من کافیه، چون خود من مسیحی ها رو دیوانه خطاب میکردم، خود من میگفتم اینها دیوانه، اینا چرا چرت و پرت دارن میگن، ما غذا رو میخوریم سیر میشیم بعد خدا رو شکر میکنیم، اینا هنوز غذا رو نخورده دارن دعا میکنن، اینا تو این شرایط سخت دارن به همدیگه، اصلا اینا دیوانه. من باور کنم فهم میکردم اینا یا مجنونن یا تو حالت خلا قرار دارن، دو قطب، بیمارای دو قطبی هن. و این چیزهایی که توی زندگیم دیدم، دیدم نه، وقتی که وارد بشی توی این موضوع و توی خداوند باشی، آره، برای خیلی ها شما میتونی دیوانه باشی یا شما میتونی اصلا غیر قابل قبول باشی براشون. رویایی که دیدم، خب حدود 13-14 ساعت 15 ساعت بود که آویزون بودم و رویایی که دیدم این بود که من در حال رانندگی بودم، ولی خب چون آویزون بودم 13-14 ساعت، شایدم بیشتر، دستام سر بود، دستام پایین نمی اومد. و رویایی که دیدم این بود که داشتم رانندگی میکردم ولی دستام توی فرمون نبود و ماشین خودش داشت میرفت
و توی کوه بودیم و همه چی برام آشنا بود، ولی نمیدونم کدوم منطقه بودم و این ماشین داشت میرفت تا اینکه بالای کوه حدودا مثلا نزدیکای بالای کوه رسیده بودیم، نزدیکای قله، که ماشین من افتاد توی پرتگاه و شروع کرد به ملخ زدن و همین جوری رفتیم تا پایین و ماشین من سر و ته شده بود و کل بدن من حالت شیشه خورده، خون و اینها، و من خیلی داد می زدم و مادرم رو صدا می کردم و به عقایدی که داشتم می ترسیدم و امام هایی که بهشون ایمان داشتم رو صدا می کردم، پیامبرام رو صدا می کردم، داد می زدم، تا اینکه دیدم یک شخص خیلی عادی با یه لباس خیلی عادی جلوی شیشه ماشین وایستاده و من ازش خواستم منو بیرون ببر و اون گفت نه بیا بیرون. توی رویایی بودم که میگم همه جا برام آشنا بود و عینوی حقیقت بود برام، و لحظه‌ای که اومدم برم بیرون، من پاهای این طرف رو، چون نمیتونستم برم، پاهاش رو گرفتم. لحظه‌ای که پاها رو گرفتم تمامی زخم‌های من خوب شد، تمامی دردهام از بدنم رفت و بهش گفتم که کی هستی؟ و من پاهاش رو گرفته بودم به این شکل و گفتم تا نگی کی هستی اصلا ولت نمی کنم. گفت فقط بهت بگم که برای تو دعا کردم و خدای زنده خواسته که من اینجا باشم. توی همین حالت که من بودم، من نمیدونم اون شخص کی بود، نمیدونم چی بود، ولی تو این حالت که بودم و اون لحظه‌ای که گفت خدای زنده و اون بچه‌هایی که به من گفتن خدای زنده، لحظه‌ای که من بیدار شدم، دیدم دستامو از ما حالت تو قفس بودیم توی کریزک، دستام رو از این قفس گرفته بودم و برگشتم نگاه کردم، همه دارن با شوک منو نگاه میکنن. بعد جالبیش اینجا بود، اونجا بدن من خیلی درد میکرد ولی دستام از سری افتاده بود، بدنم دیگه اون درد رو نداشت، فقط خسته بودم، یا بگم خیلی آروم بودم. فقط گفتم بچه ها من اوکی هم، فقط بخوابیم، فقط میخوام بخوابم. خوابیدم و صبح بلند شدیم و طبق معمول تنبیه روزانه که عریضک صبح ظهر، غیر از اینها مثلا گروه های مختلفی می اومدن برای تنبیه، گارد ویژه می اومد برای تنبیه و کارهایی که می کردن، و بعدش من با اینها، با این بچه ها بیشتر صحبت کردم تا روزی که صدام کردن. در عین ناباوری اینه که میگم، واقعا یکی از اتفاقاتی که توی زندگی، در عین ناباوری ما آزاد شد، یعنی من آزاد شدم. اونجا گفتم تمام، هیچ کس رو غیر از عیسی مسیح دیگه نمیخوام، دیگه کسی رو دوست ندارم داشته باشم. و اونجا بود که تحقیقاتم دیگه تموم شد و فقط رفتم در مورد عیسی مسیح تحقیق کردم و گفتم من تو رو به عنوان خدای خودم، تو رو به عنوان نجات دهنده خودم و تو رو بیشتر از همه به عنوان اینکه به خاطر من اومدی روی زمین دوست دارم، فقط تو رو به خاطر خودم دوست دارم. و از اونجا بود که تصمیمم رو گرفتم و از همون لحظه دیگه من مسیحی بودم و اعتقاد کامل آوردم و ایمان کامل به عیسی مسیح. واقعا وحشی بودم، اهلیم کرد، گم شده بودم پیدام کرد، و از همه مهمتر من واقعا مرده بودم و اون منو زنده کرد.